ملت ایرانی که راستی میراثشه، فرهنگشه، دلاوری فرهنگشه. ولی ترس، ترس و زباله تاریخ و خاکستر ویرانگر تاریخ روی جنهای شما نمیذاره که اون دلاوری و اون آتش سرخی که در زیر به قول معروف این خاکستر هست شده بر بشه. یک نفر میگه میتونم، یک نفر ادعا میکنه میتونم، برخلاف تمامی کسانی که در تاریخ ایران کفالت ملت ایران رو به عهده گرفتن. از یعقوب لیث صفار، از بابک خرمی، از لطفعلی خان زند، از رضا شاه بزرگ، از شاهنشاه آریامهر و از فولادوند کفالت ملت ایران رو به عهده گرفتن و فکر کردن که میتونن کاری برای این سرزمین بکنن. به شرف سوگند، به راستی سوگند، در مغز خودم فولادوند رو محاکمه میکنم با تمام احترامی که برای این مرد دارم. در مغز خودم شاهنشاه ایران رو محاکمه می کنم، رضا شاه بزرگ رو محاکمه می کنم، نه به خاطر اینکه من فولادوند رو بخوام متهم کنم، نه هموطنم. فولادوند دلاورترین و خردمندترین فرزند این تاریخ، همچنین دیگر دلاوران این فرزند بودند. من فولادوند رو محاکمه می کنم که ملت ایران رو محاکمه کنم. فولادوند که هرچه توانست کرد، هرچه داشت گذاشت. یک اشتباه کرد و اون که کفالت یک ملت رو نباید به عهده گرفت. کاری از پیش برده نمیشه. حتی اگر به قول معروف بیاییم و بهترین حکومت رو و سیستم رو برای ملتی که آشنایی باهاش و توان نگهداری و دلاوری نگهداری از اون رو نداره براش تهیه کنیم، هیچ اتفاقی در سرنوشتش و هیچ تغییری در سرنوشتش نخواهد شد. تضمین یک مردم، یک مردم هستن، هموطنان گرامی، نه هوشنگ، نه فولادوند، نه شاهنشاه، نه رضاشاه. هیچ کس دیدید این تاریخ رو، دیدید تأثیر این دلاوران رو و دیدید که پس از اونها چه اتفاقی افتاد. به راستی سوگند، فولادوند میتونست این سرزمین رو رها کن، میتونست. با مبارزه ای که بنیان گذاشت، با نشان دادن به قول معروف تقلبی که به نام اسلام در ایران شد، دروغی که به مردم ایران گفته شد، با نشان دادن هویت ملت ایران دو مطلب و با بنیان گذاردن دوباره انجمن پادشاهی ایران و آوردن این سخن بر زبان، راستی این سه خدمت عظیم فولادوند بود. ولی فولادوند راستی در مغز من محاکمه میشه. چرا؟ چرا باید؟ چرا باید کفالت یک ملت رو به عهده بگیره و یک ملت رو از مبارزه دور نگه بداره؟ چرا نباید به ملت واقعیت رو بگه؟ چرا نباید از ملت بخواد که در مبارزه شرکت کنن؟ اگر شرکت نکردن چرا باید خودش میکرد؟ چرا باید راه میافتاد دور مرزهای ایران؟
چرا باید تصور کودتا به خداوند دست میداد؟ چرا؟ زیرا که شما ملت هرگز در کنار دلاوران خودتون قرار نگرفتید در طی این تاریخ. آنچه که خداوند کرد به راستی جز یک خودکشی چیز دیگری نبود. به شرف خودم اگر می بست، اگر فولادبند در انجمن پادشاهی ایران رو می بست و می نشست کنار به گونه ای که بابا طاهر گفت، اگر دوران به نامردان بگرده بمانم تا دگر دوران بگرده، با افتخارات و مبارزه‌ای که فولادوند بنیان گذاشت به شرف سوگند میتونست ایران رو رها کنه. این دلاور خردمند یک اشتباه کرد و کفالت ملت ایران رو و مبارزه ملت ایران رو به دست خودش گرفت. نادرسته هموطنان گرامی، این کار فولادوند به راستی گناه نابخشودنیه فولادوند بزرگ هست و این گناه نابخشودنی فولادوند ناشی از گناه نابخشودنی ملت ایران در خارج از میهن و در درون میهن هست. هموطنان گرامی، میشد ما امکان این رو داشت، ما یه تلویزیون داشت، ما در ارتباط مردم قرار داشتیم، میتونستیم، فولادوند میتونست این کار رو انجام بده، ولی شما هم وطنان گرامی همراهی نکردید. گفتید که به قول معروف به قول اون ضرب المثلی داریم که میگه هر که خر رو برد بالای بوم خودش هم بیاره پایین، خودش سر رو پایین نمیاره. اگر میخواست برای ملت ایران آزادی و آزادگی و رهایی به قول معروف شرایط درست اقتصادی، این شرایط رو در ایران حاکم نمی کردن، با دشمنان ایران زد و بند نمی کردن، شاه ایران رو آواره نمی کردن، ملت ایران رو آواره نمی کردن. هموطنان گرامی، از این به خودتون بیایید، بنشینید و فکر کنید، بنشینید و به قول معروف روبروی آینه بنشینید و فکر کنید. مخصوصا کسانی که رفتید تظاهرات کردید تو این چند هفته اخیر، خودتون رو محاکمه کنید، دلاوری خودتون رو ببینید چقدر دلاورید. اگر دولت ها در خارج از میهن چراغ سبز به شما نمیدادند، جرأت میکردید برید خیابان؟ جرأت این که از آزادی دفاع کنی میکردید؟ جگر این رو داشتید؟ نداشتید. محاکمه کنید خودتون. من خیلی وقت دارم، من به سخن باب طاهر توجه دارم، تفاوت دارم با فولادوند. من جانشین فولادوند نیستم، من پرچمدار انجمن پادشاهی ایران هستم. انجمن پادشاهی ایران خودش فرزند شک و دودلیه داریوش بزرگ هست. هموطنان گرامی، انجمن پادشاهی ایران به وجود نیامد که بخواد پادشاهی رو یا به قول معروف افتخار رو به انجمن پادشاهی ایران به سپاره داریوش بزرگ، نه، انجمن پادشاهی ایران ترس داریوش بزرگ از مشکلاتی که در کشور ایران، کشور شاهنشاهی ایران شروع شده بود، خواست که از خردمندان
و دلاوران این سرزمین جمعی رو ناظر کنه بر شاهنشاهی ایران که داشت به قول معروف راه ناظر رو تی می کرد که کرد